درود به شما براندازهای عزیز. عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز دلیل ترس خامنه‌ای از حمله به اسرائیل رو فاش کرد و گفت که جمهوری اسلامی ترس داره که اگر جنگ بشه مردم بریزن بیرون. یعنی خامنه‌ای نه تنها فهمیده که در صورت بروز جنگ دیگه مردم ایران حاضر نیستن براش بجنگن، بلکه میدونه که ممکنه مردم از این فرصت استفاده کنن تا یک بار برای همیشه این لکه ننگ رو از تاریخ پر افتخار ایران زمین پاک کنن، لکه ننگی که بیشترین ظلم رو در حق زنان ایرانی کرد. صدا و سیمای میلی به جای تصویر فاطمه مجلل اردک‌های پاریس رو به تصویر کشید تا احمقانه ترین سانسور تاریخ رو رقم زده باشه. فاطمه مجللی که در مقدماتی با یک قرعه بسیار سخت به مسافه رقبایی از اسپانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا و نیکاراگوئه رفت و در اون رقابت چهارم شد به شانس مجلل. خودشون که میخواستن بازی‌های آسیایی ناشنوایان رو در تهران برگزار کنن، امروز 15 روز از آخرین روزی که برای ثبت نام تعیین کرده بودن گذشته و هنوز هیچ کشوری ثبت نام نکرده. حالا امروز جلسه برگزار کردن که چطوری بی سر و صدا این مسابقات رو لغو کنیم که خیلی آبروریزی نشه. اما خامنه ای سرانجام موفق شد انتقام اسماعیل هنیه رو بگیره. همونطور که انتظار می رفت، انتقام سخت خامنه ای از مردم ایران بود نه از اسرائیل. با صدای اذان صبح امروز رضا رسایی یکی از معترضین جنبش مهسا امینی به دار آویخته شد. رضا در حالی در سکوت اعدام شد که خانواده مقتول تاکید کرده بودند که اصلا به دنبال قصاص نیستن و اصلا براشون روشن نیست که قاتل رضا رسایی باشه. با این حال به خانواده رضا گفتن که دست ما نیست و رضایت ما هیچ فایده ای نداره. خودتون برید و با سپاه صحبت کنید. اونا باید حتما یکی از مخالفین جمهوری اسلامی رو به خاطر کشته شدن یه سپاهی اعدام کنن. رضا درست مثل محمد قبادلو اعدام شد و جونش رو فدای راه آزادی ایران کرد. اما خامنه ای این روزا بدجوری زنجیر پاره کرده. امروز به یکی از فدایانش دستور داده تا با بدترین لحن ممکن به روحانیونی که باهاش مخالفن حمله کنه و حتی به اونها فحاشی کنه، اونم روی آنتن زنده صدا و سیما. مقدس نماهای احمق، بیشعور، واپسگرا، اینا تعابیری است که امام به کار میبرند برای بعضی از روحانیون و متدینینی که این ویژگی تهجر رو در اندیشه خودشون حمل میکنند. کسانی که هر گونه اصلاح اجتماعی و سیاسی رو پیش از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف حرام میدانند، در مقابل شاه پهلوی به عنوان شاه شیعه خضوع میکنند، اما در برابر یک فقیه جامع و شرایط بعد از انقلاب اسلامی به عنوان رهبر طغیان میکنند. همونطور که همه میدونیم تعداد بسیار زیاد و بی سابقه اتباع افغانستانی در ایران داره تبدیل به یکی از مهمترین موضوعات کشورمون میشه. در حال حاضر زایمان زنان افغانی بسیار بیشتر از زایمان زنان ایرانی در زایشگاه هاست. یه آماری که ما داشتیم مثلا غالب بر 60-65% مراجعین ما در بخش همین ساختمون تولد که حالا در کمان نوزادان هستن اتباع هستن و اگه در اون سوالت عدد بوده 60-65% مراجعین ما اتباع هستن و بخشی از مشکلات ما اینه که ما معمولا سعی کنیم که به بیماران اورژانسی اتباع طبق دستور نعمت قدستانی کنیم، ولی خب اکثرا نمیشه بیمار رو برگردون و به لحاظ اخلاقی و انسانی سعی کنیم که وظیفه انسانیمون با هم برخلاف دستورالعمل‌ها عمل کنیم و مجموع خدمتستانی کنیم و عمدتاً هم دریافتی ازشون نداریم مطابق شرایطشون و این که حالا ابراز نداری میکنن، عمدتاً هم یعنی هم خدمتستانی میکنیم هم نهایتاً وجهی رو آنچنان دریافت نمیشه کرد و خدمتستانی نمیشه. امیدوارم سوالتون جواب کامل گرفته باشه. اما امروز ارتش اسرائیل دوباره چند تا از موشکاشو خرج مبارزه با جمهوری اسلامی کرد. ارتش اسرائیل جابر عزیز فرمانده گردان الفرقان حماس رو با یه موشک نقطه زن دقیق ترور کرده. جابر عزیز از سال 2020 یکی از فرمانده‌های نظامی حماس بود و نقش مهمی در طراحی حمله هفتم مهر ماه گذشته داشت.
اسرائیلی ها حتی موشک های خرمشهر سپاه رو هم در اصفهان منهدم کردند. موشک هایی که قدرتمندترین موشک های سپاه بودند و گویا قرار بود در حمله تلافی جویانه به اسرائیل برای اولین بار مورد استفاده قرار بگیرند. حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه موشک های خرمشهر رو اینطوری معرفی کرده بود: اونهایی که دهن گشادی دارن و هر روز یه تهدید میکنن، اینا یه مقدار میدوزه اینا رو، کوچیک‌تر دیگه از این حرفا دیگه نزنن. گفته میشه اسرائیل با حملات هوایی که در اصفهان ترتیب داده تعدادی از موشک‌های خرمشهر سپاه رو منهدم کرده. مردم اصفهان این تصاویر رو از لحظه انفجارهای عجیب در این شهر منتشر کردند. البته رسانه‌های داخلیشون اعلام کردند که علت این انفجارها نصب و تست سامانه S-400 روسیه برای مقابله با حمله هوایی اسرائیل بوده. ادعایی که خیلی بعیده درست باشه و خیلی بعیده که پوتین بالاخره سامانه S-400 رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده باشه. امروز خامنه‌ای یک بار دیگه به مولوی عبدالحمید ثابت کرد که هر چقدر در مقابلش مواضع نرمتری بگیره، خامنه‌ای بیشتر بهش حمله میکنه. هر چقدر مماشات کنه، خامنه‌ای بیشتر طغیان میکنه. حالا که مولوی عبدالحمید یه مدت داره کمتر به خامنه‌ای انتقاد میکنه، مدیر حوزه علمیه به شدت بهش توهین کرد. آقای که میاد میگه 10 نمره میدیم اگه غیر شیعه باشه، 10 نمره میدیم اگه این معلوم نفوذیه. دیگه نفوذی از کجا میخوای بیاری؟ شاخصه های نفوذ اینه. حرف رو ظریف زد. بله، شاخصه های نفوذ اینه. هر کی میخواد باشه، ظریف باشه، قوی باشه، نامردی است که متاسفانه از یک شیعه زاده به ظاهر به وجود آمد و من اینو نامردی میدانم. آیا روحانی نفوذی داریم ما؟ روحانی نفوذی امکان داره؟ چرا نبوده؟ گرفتنشون هم امام جمعه بی سواد، جدا بی سواد. خود اهل سنت میگن این بی سواده. عبدالحمید، مولوی عبدالله اسمش هم بوده، مولوی بی سواد ترین تو خود امام جمعه های اونجاست. خود امام جمعه اهل سنت میگن، من باشون صحبت کردم با امام جمعه اهل سنت، یعنی خیلی بی سواد. اینو بلدش کردن، یه مسجد بزرگ که مسجد زراره درست شد و هر جمعه داره علیه نظام حرف میزن. در مجموع به نظر میرسه که کار خامنه ای از خونخواهی اسماعیل هنیه فعلا رسیده به تحریم کوکاکولا و صدا و سیما داره با جمله های خنده‌دار به شدت علیه مصرف این نوشابه تبلیغات میکنه. نماینده مجلس بودید، نماینده مجلس در اون کمیته هم بودید، ولی خودتون میدونید بهتر از من که همچنانی محصولاتی تولید میشه که بالاخره پولی رو که باید از طریق شرکت هایی میرسونن به سرزمین اشغالی و این خیلی دردناکه. ما وقتی که دوره یه میز نشستیم با خانواده هم داریم غذایی میخوریم آخر هفته وقتی تفریحی، این خیلی بده که هر قلوب از اون نوشیدنی که میزنیم ناخواسته یک تیره به قلب همین بر بچه های مظلوم فلسطینی که ما بعضی وقتا براشون گریه میکنیم. آقای دکتر،